کلا من توصیه میکنم با انقدرش خیلی کار نکنیم، همونجور که برای دیوایس موبایلش مشکل میکنه احتمال خیلی زیاد برای مشکلاتش بیشتره. ولی خب حالا اینجا چون میخواستم تو ارائه باشه و دیوایس نداشتیم بهترین کار کنم. خیلی هم سنگینه نسبت به دیوایس موبایلش، هم اولاد های سنگین تر حداقل به نظر من. خیلی خوب، این الان چیزی که میخواهم خودش رو با هم دیگه ببینیم. یه سری هدر دارم، من الان دارم با همین دکمه بالا پایین چپ و راست رو کیبوردم نویگیت میکنم. میبینم که خیلی هم چیز کنده امولاتورش و رو هر کدوم از اینا میتونم حرکت بکنم و قراره با هم دیگه ببینیم کدش چه جوریه. آها، دو تا تگ مانیفست رو یادم افتاد بگم، الان بگم بهتون. دو تا تگ هم که باید بذاریم توی برای تیوی، یکی اینه، این یه جورایی حالا یکی یک کاری که انجام میده همینه. مثلا اگر که این تگ رو شما بذارین، بگین که من لین بک ریکوایردش پرو باشه، یعنی فقط به اون یوزرهایی که با لین بک اومدن این اپو نشون بده، یعنی خروجی اپو من فقط به اون نشون بده. یا وقتی که اینو بذارین تاچ اسکرین رو فالس بذارین، یعنی نیازی نداره که تاچ اسکرین رو ساپورت بکنه اون دیوایس. هم ممکنه ساپورت بکنه، هم ممکنه ساپورت نکنه، هر دو حالت ممکن. بریم سراغ کد. من اینو مین اکتیویتی داشتم، همونیه که قبلا هم بود، فقط داخل مین اکتیویتی یه تگ فرگمنت گذاشتم و همونجوری که دیدیم مین اکتیویتی مو فرگمنت اکتیویتی گذاشتم، چون اون اپ کامپت اون تو داستانا اونجا نداریم، چون اصلا تمتون تم لین بک. و داخل این یه دونه مین فرگمنت هم خودم اینجا ساختم و اون فرگمنتی که قرار ببینیم چیکار برامون انجام میده مال خود لین بک. البته من قبلش میام دو سوال آیتم پرزنترم. این آیتم پرزنتره چیزی که قراره ویو اینا رو بر من بسازه، یه جورایی هم گفتم آداپتر. حالا لیست ویو ریسایکل ویو که توی موبایل داریم اینجا به اسم پرزنتر لی‌آوت و این چیزا قرار نیست توی اکسل رو کنیم، چجوری من میام میسازمش. یه دونه آن کریت ویو هولدر داره، آن بای ویو هولدر، آن بای ویو هولدر. توی آن کریتش میام اون ویوی که میخواین نشون بدین رو ایجاد می‌کنیم. اونجوری که توی موبایل داریم مثلا حالا یه سطح هم بالاش عکس پایینش توضیحات این وقت به خرید بوکمارک برای حالا فروشگاه چیزا از این چیزا ما نداریم اینجا تا حد ممکن ساده است. حالا اینجا من فعلا این تکست رو گفتم نه خاص ساده ایمیج کاری و اینجور داستان خودش هم داره، ولی قرار نیست خیلی پیچیده‌ای داشته باشه. درنش ما همین 4 خط کد 5 خط کد اونجوری که می‌خوام احتمالاً می‌تونیم بسازیم. من یه دونه تکست ویو ساختم، سایز بهش دادم، ایس فوکسبل تول رو میذارم برای همون داستانی که بتونه با کیبورد روش حرکت بکنه، یعنی فوکوس بکنه روش. بک‌گراند کالر بهش دادم، تکست کالر بهش دادم، گرافیتی به تکستش دادم که وسط باشه تکستش و در نهایت اینو دارم برمیگردونم. یه ویو هولدر اینجا دارم که ویو هولدری که اینجا می‌بینیم مال خود لین بک توی کلاس پرزنتر لین بک و اینو برمیگردونم. توی آن بایندشم میگم که این ویوی که داری رو بیا بگیر از ویو هولدر و چون تایپش رو میگم تکست ویو، خودم اینجا کانورتش رو میکنم با کاتلین. اگر که کاتلین آشنا نیستین اوکیه، یعنی مفاهیم همونه، فرق نیستش خیلی دانش کاتلین داشته باشین. من اومدم ویوی که داشتم از ویو هولدر گرفتم، تکست رو چی گذاشتم؟ میگم آیتمی که دارم بهت میدم، گفتم آیتمایی که ما بهش پاسینه از جنس آبجکت یا همون انیت توی پاسینه، هر چیزی ممکنه باشه. من از اون ور آبجکت دیتایی که دارم بهت میدم یه سری استرینگ، یه آره ای از استرینگ هست. درجا چون میدونم استرینگه، اومدم اینجا تبدیلش کردم به استرینگ و به تکست این ستش کرد. بریم توی مین فرگمنتمون. این از برو ساپورت فرگمنت اکستند کرده. روز آداپتر اون در واقع پرزنتر کلی صفحه‌مون رو قراره بیاد داخل خودش داشته باشه، از جنس اری آبجکت آداپتر که پرزنتر رو بهش پاس میدی و برامون ایجادش میکنه. پس اون سه تا سطحی که شما دیدین هدر بود و روهای سمت راست، ما قراره در مجموع بهش بگیم روز آداپتر. چیزایی که بهمون میده در واقع آیتمایی که من اینجا بهتون گفتم یه تایتل یا همون بچ درایور میتونید داشته باشین، یعنی یا تکست، یه آیکون، یه برند کالر و اینا میتونید سرچ بکنید. دقیقا من یه تایتل بهش دادم. یه چیزی که داره هدر استیته، به نظر تو چیکار میکنه هدر استیت؟ نه، وضعیت اون سمت چپیا بودش گفتم بخش هدرامونه. این ممکنه باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. اینو میاد تعیین میکنه که اینیبل باشه.
خون شد. هاید باشه، اینیبل باشه یا دیسیبل باشه. من میذارمش اینیبل. اگه مثلا بذارمش رو دیده اصلا چیز مخفیه، یعنی با صورت دیفالت باز نیستش. با دکمه این کنترلتون که برین سمت چپ مثلا باز میشه. اگه هم دیسیبل باشه که کلا وجود نداره. شو تایتل حالا تورو کردم. اگر که حتی بج داره بگه همون آیکون رو داشته باشید، تایتل دیگه نشون نمیده. جایی اون تایتل میاد این آیکون رو نشون میده. برند کالر رنگی که توی قسمت هدر سرنگه اون نشون بده و بعدش اومده این متد رو کار کنه. این متد چی کار رو در میکنه؟ ما این بالا یه دونه روز آداپتر از من اسم این اگر داشتم رو آداپتر بکنم. اوکی. من مالی روز آداپتر داشتم دیگه، حالا هم پایین هم میتونستم تعریفش بکنم. میگم که یه اره آبجکت آداپتر یه اینستانس رو ازش بگیرم. اجنس لیست رو پرزنتر. لیست رو گفتم ترکی بودش از هدر و روهای این بک. کلمش گفتم لیست رو. و یه پرزنتری داره دوباره توی خود لایبرری لین بک میاد این در واقع نمایش دیتا ها رو هندلش میکنه. من سه تا هدر آیتم درست کردم. فرست، سکند، ترد. دقیقا همون چیزهایی که توی خروجی اینجا داریم میبینیم. اینا. و حالا میخوام اون آیتم هم آیتم پرزنتری که اینجا درست کردم ما میخوام دیتا بهش بدم. یه دونه اینستانس ازش میگیرم. خودمون آیتم یه دونه تگ صفحه که این آیتم رو اینجا توش هر اساس من گوشم رو آداپتر. این رو آداپتر دوباره یه اری آبجکت آداپتریه مثلا این بالایی منتها. پرزنتر خود دیم بک بود که کل صفحه میسازه. من برای چون پرزنتر خودم ساختم پرزنترم بهش پاس میدم. وسط آیتم بهش اد میکنم. آیتم هم استرینگ هم دیگه بهتون گفتم. ممکنه یه تایپ دیتا کلاس باشه یا هر چیزی که خودتون میخواد باشه. این رو آداپتری که ساختم و سه بار به اون روز آداپترم اد میکنم ممکنه سه تا سطح متفاوت داشته باشه. من فعلا سه تا بار داپلیکیتش کردم که سه تا سطح با هم بسازه. هر بار یه لیست روی دارم میسازم. اجاس لیست رو پرزنتر بود دیگه. پس یه آبجکت اجاس لیست رو باید بسازم که اینم اون لین بک یه هدر آیتم بهش میدم با یه در واقع اینکه اینجا ساختم و داپلیکیت تو هر ستاش دارم میدم. فقط هدر آیتم رو فرق داره. هدر آیتم یک، دو و اون اولی. و در نهایت ست آداپتر یا همون آداپتر خالی که داریم ولی بهش میدیم تو کاستین میاد به کل صفحه همین روز آداپتر رو اساین میکنه و خروجی میشه این چیزی که اینجا دید. سوالی نداریم این یه جورایی میشه گفت شاید پیچیده ترین یا پر مفهوم ترین صفحه‌ای که توی لین بک همین پوز فرگمنته. چون شما دو تا آداپتر مختلف دارید، پرزنتر رو باید بدونید چیه باش آشنا بشید. اگه مفهوم اینو اوکی شدین خیلی راحت توی بقیه‌ش هم باش کنار بیان. چون بقیه‌ش میشه گفت راحت و خیلی دم دست‌تر ساخته کلاس یک درس. نه من یه دونه آها کلش رو داریم میگین؟ آره کلش این بذاری من بیام این بعد یه هدر فرگمنته که توش قرار سه تا هدر بیاد ایجاد بشه. این خودش آداپتر نداره. خود این روهایی که این با هم هست خود اون رو فرگمنته خودش آداپتری نداره. سطراش هر کنونی آداپتر دارن که این سطر اصلا میشن به اون هدر ها. یعنی هر هدر با هر روی که این با هست یه دونه آداپتر داره. در مرکان یک پرزنتر داره که یه سطر هم میگه که و اوکی بکنم برای این بخش اوکی باشه. بریم سراغ بخش بعدش. قطعا من قرار نیستش توی انو تی وی فایل لیست از تکس نشون بدم دیگه. احتمالا من یه مدلی قرار به یوزر معرفی بکنم. احتمال خیلی زیاد فیلم موسیقی یا هر چیز دیگه ممکنه اپلیکیشن های دیگه هم باشن ولی فکر کنم 80 درصد اپایی که برای تی وی شاید 90 درصد یا حتی بیشتر قراره که همین ویدیو استریمینگ و وی او دی و اینجور چیزا باشن. یه چیزی که خود لین بک داده یه چیزی از اساس ایمیج کارت بود. ایمیج کارت ویو که آره اینجا میتونید ببینینش که حالا قرار با هم دیگه اینو بسازیم ولی فکر میکنم که اینا اسلاید هم گوگل پلی هم بودش. بالا که عکسی قرار بگیره یه عنوان میگیره و یه بجی میگیره که حالا این تیکه ممکن حتی آیکون هم داشته باشه و قرار کلا یه چیزی رو به صورت کلی با یه عکس و تایتل به یوزر معرفی بکنه. همونجوری گفتم چون قراره یوزر من با این دیوایسی که داریم از فاصله کار بکنه باید اون دیتایی که می‌خوایم بهش نشون بدیم هم قابل خوندن باشه، یعنی سایز تکستش اینو باید استاندارد باشه.
عکسی که میخوام نشون بدیم نباید خیلی کوچیک باشه، خیلی هم بزرگ نباید باشه قطعا. و این کنار عکس و تایتلی که کنار هم قرار میگیره باعث میشه یوزر خیلی راحت‌تر بتونه بازکار بکنه، پیدا بکنه چیزی که میخواد. ایمیج کارت ویو ساختارش این چیزی که اینجا میبینیم، یه بخش مین داره که یه عکسی قرار بیاد، یه بخش اینفو داره، این بخش اینفو یه تایتلی داره، یه ساب تایتل یا دیسکریپشنی داره و اینجا یه آیکون بگی قرار میگیره. با همین سه تا بخشی که گفتم الان میتونیم خیلی راحت ایمیج کارت ویو بسازیم. چطور این کار میکنیم؟ من دوباره میام روی لینک گیتم و این دفعه سویش میکنم به ایمیج کارت. تغییر دادیم، اینو بیام استشش بکنیم. بخشش برای اینکه میخوام عکس نشون بدم، عکس رو من یه لینک گذاشتم برای اینکه پروژه‌مون هم ساده‌تر باشه. من هیچ کاری کردم نه هیچی، صرفا یه سری مدل کلاسی که دست دارم می‌سازم، ولی عکسش رو یه لینک یو آر ال گذاشتم برای اینکه تو درابل تعریف کنم، برای اینکه ببینید خیلی راحت یه درابل مثل گلاد یا آر ایکس بسازم، هر چیزی که برای اندروید استفاده می‌کنید برام پول داشته باشه و مشکل خاصی با بیشتر اون لایبرری ندیم. برای همین من اینو یه دفعه کنم بسینگ کنم که بعدش پروژه بیاد. وقتی که این سینک میشه، حالا این پوشه که هیچی، من بعدم یه دونه دیتا کلاسی تعریف کردم، یه کلاس در واقع برای یه آبجکت به اسم مووی، تایتل میگیره، دیسکریپشن میگیره با یه کاور یو آر ال، در اون دیتا هایی که ما نیاز داریم که توی ایمیج کارت نشون بدیم. از طرفی من توی یه پرزنتر دیگه ای ساختم، آیتم پرزنتر همونی بودش که الانشون باش کار میکردیم، یه تکست ویو داشتش. من یه دونه مووی ویو پرزنتر ساختم که دوباره به همون پرزنتر هم اکسند کرده. اینجا همونجوری که داشتم یه دونه تکست ویو میساختم، این دفعه یه دونه ایمیج کارت ویو ساختم و این هم ایمیج کارت ویو رو اومدم دوباره همین این اتریبیوت بهش دادم، یه کارت تایپ و اینفو ویزیبیلیتی داره که با هم دیگه جلوتر میبینیم چیه. من اینو فعلا تغییرش بدم، بذار روی آندر. این دوتا با هم تست میکنیم میبینیم چیه. یه دونه دایمنشن ابعاد بهش دادم، سایز عکس هم، یه دونه بج ایمیج هم از توی درابل هم یه دونه عکس عادی پلیه اومدم روش اصلا کردم. بعد اومدم گفتم که اون آیتمی که دارم اندفعه بهت پاس میدم، من از توی میل فرگمنت هم دارم آیتم رو میسازم بهش پاس میدم، دونه اجنس مووی، اجنس هم کلاس مووی که این بر تعریف کردم. پس به ویو هولدرم میگم که ایمیج کارت ویو بده. خود ایمیج کارت ویو که همچون که بهتون گفتم مال خود لینبک هم هستش، یه دونه تایتل تکست میگیره، عنوانه کانتنت تکست، اون چیزی که به عنوان دیسکریپشن میومد و با گلاید هم اومدم حالا اکثر رو URLش رو خوندم، سنتر کراپش کردم و لودش کردم. فقط باید اون اکثر رو اون در واقع ایمیج ویو رو داشته باشین دیگه. ایمیج ویو اسمش هست مین ایمیج ویو، که ایمیج کارت ویو به مین ایمیج ویو، اون اومدم گرفتم و عکسمو لود کردم. و داخل می فرگمنت هم این بخشو که داشتیم هدر آیتممون رو، من تنها کاری که کردم اینجا بالای همونجوری که آیتم پرزنتر رو تعریف کردیم، من یه مووی ویو پرزنتر هم اومدم اینستنس ازش گرفتم و این پایین اومدم سه تا آبجکت از جنس مووی ساختم، اسمش دادم، توضیحات و لینک عکسش.
و در نهایت به اون روز آداپتری که داشتیم اومدم اینا رو اساین کردم. اولی همون آیتم رو آداپترمه، همون که فقط متن تکستی بود، بعدش اینا یه مووی هست. در واقع داپلیکیتی رو هم تکرار می‌شه. و همین تفاوت دیگه اینا. منم رام می‌کنم. و هم دیگه خودی شد. الان اولا دو تا سطری که این پایین داشتم، بعد سطری بود که قرارم فیلم‌ها رو به من نشون بده. خود این بک حالا جلوتر می‌بینید، برای هر استیجی قرار داد که اپ نشون بدید به یوزر یه دوی کلاس اومده ساخته. مثلا شما یه صفحه قرار داشته باشید که احتمالاً یوزر سرچ بکنه اسم یک فیلمی رو، لیست بهش نشون بدید، یه سرچ فرگمنت داره که از اون استفاده بکنید. شاید یه صفحه خطایی داشته باشید که بخواید پیغام خطا به یوزر نشون بدید، یه ایرور فرگمنت داره براش. یا اگر که می‌خواید دیالوگ نشون بدید به یوزر، حالا دیالوگ رو تا صحبت می‌کنه که متفاوته، یه دونه گایدن هست فرگمنت داره که قرار دیالوگ یوزر بشه. یعنی برای هر اتفاق یه فرگمنت ساخته و احتمال خیلی زیاد شاید شما نیاز داشته باشید حتی اینو لی‌آوت بسازید، یعنی همه رو با کد میاد ایجاد می‌کنه و لی‌آوتش خودش داره، مگر اینکه بخواید کاستوم بکنید که حالا بهت میگم چجوری. این الان همین کدی که با هم دیگه دیدیم، این بالا آیتمامه، این پایین کاردی که داشتم تایتلش و دیسکریپشنش. فقط یه چیزی که خواستم بهتون بگم، این دو تا اتریبیوتی بودش که ایمیج کارد میگیره. یه دونه کارت تایپ میگیره که حالا این کارت تایپ رو چهار تا حالت مختلفه. مین اونلی فقط عکس رو نشون میده. اینفو اوور اون بخش اینفویی که حتی میاره روی عکس، یعنی مثلا از عکس احتمالا میگیره. اینفو آندر همین حالتی که دارم بهتون نشون میدم، عکس پایینش اینفو است. و اینم با این تقریبا میشه گفت فرق نداره، میشه یه سری اکسترا بهش اضافه کرد. حالا من اگر اینو بذارم مین اونلی فرقشو میبینی. یه دونه اینفو ویزیبیلیتی داره. اینفو ویزیبیلیتی چی میگه؟ میگه که اون بخش اینفو شو من کی نشون بدم، یا همیشه نشون میده، یا وقتی که میاری روی خود اون کارت اینفو تازه نمایش داده میشه. در واقع شما فقط عکس من رو باشم روی مین اونلی. خیلی نمونده ولی حالا درد رو بیا درد رو من رو مینولی گذاشتم و فقط این بخش عکس دارم و اینفو ویزیبیلیتی هرم حالا تایم خیلی نداریم ولی یه تغییر بهش میدم. من اینو بذارم مثلا رو آروی اکتیویتر با میذارم روی سلکتر، اینم میذارم روی این فرق اینم ببینیم، بعد بریم با هم دیگه ببینیم صفحه دیتیل رو چجوری برداشت. من گوشم توی اینفو آندر و حالت سلیکتد بودوشم، یعنی هر کدوم که سلیکت رو بخش اینفو رو نمایش بده و اون بخش اینفو رو زیرش. خب بریم سراغ بخش دیتیلمون که میشه گفت بعد از بک‌گراند منیجر رو من اسکیپش میکنم اگر که فرصتش رو برمیگردی بهش، برمیرم روی بخش دیتیل بود که صفحه ای که قرار جزئیات مدیا رو به یوزر نشون بده. این همون تیکه ای که اول بهتون نشون دادم تو سایت خود گایدلاینش که داره میگه که خیلی ساده باشه و اون ویوی شبیه سمت چپ داشته باشه. این ویو هم خودش داره بهتون میده بخش اون قرار دیتا رو داخلش پین بذاره و این یه خود یه اپلیکیشنی داره گوگل برای پخش فیلم که البته توی ایران با وی پی ان باید از اول بریم وگرنه کلا باز نمیشه کار نمیکنه و شاید یه باشه بوی الگوی خیلی خوبیه، یک سمپل کد خیلی خوب هم خود اندروید گذاشته، یکم پیچیده است برایشون ولی سمپل خیلی خوب گیتابش هست و لینک داره بهشون توی بگیتون استفاده کنم. صفحه دیتیل همینه. این بخشی که اینجا میبینید لوگو ویوه که قرار یه لوگوی نشون بدید. این بخش کاور خیلی پیچیده نداره، اسکیپ بهش میکنم. اینجا یه سری اکشن قرار به یوزر نشون بدیم و اینجا بخش دیسکریپشنه که تایتل میگیره و
حالا دیسکریپشن یا توضیحات هر چیزی که بهتون گفتم. یه لوگو ویو داریم، یه سری اکشن لیست ویو داریم، اینجا تایتل، ساب تایتل و یه بادی ویو که به این بخش هم میگن دیتیل دیسکریپشن. دوباره بخش هم یه پرزنتر برای خودش داره که این تیکر رو شامل میشه. مثلا شما زیر اون بخش اینفوی که قرار به یوزر نشون بدی میتونی چند تا سایت اضافه بکنی، مثلا فیلمای مرتبط به لیدر مودیز یا مثلا فیلمایی که قبلا بوک مارک کردی یا هر چیز دیگه که توی صفحه می‌خوای بذاری برای بزنی، که ساختنش دقیقاً همین هم کاری که الان کردی و تو صفحه اصلی که سایت ساخت بین همش فرق نمی‌کنه و فقط تنها فرقی که داره همونجوری گفتم دیتیل رو پرزنتر بهش میگن این تیکر رو. این پایین هم که همون لیست رو پرزنتره که تعدادش باش کار میکردی. یک کلاسی داره مثلا کلاس پرزنتر سلکتور. این میره چی کار میکنه؟ اگر تو داکیومنت خود تی وی هم ببینید سایت گوگل نوشته که میاد با توجه به دیتایی که بهش پاس میدید پرزنتر یا تو پرانتز آداپتر مناسب رو انتخاب میکنه. من بالا قرار یه سری دیتا رو جای فیلم داشته باشم، این پایین هم که یه سری مووی دارم، با توجه به اینکه چی دارم بهش پاس میدم پرزنتر یا همون در واقع آداپتر مناسب رو انتخاب میکنه. اینا رو زیر هم میچینم. من میرم خود این بخش هم بیارم که با هم که من میزنم تا اجرا بشه یه توضیح بدم. یه مدل مووی داشتیم که من این مدل مووی رو اومدم پارسلیبلش کردم تو برای از صفحه مینم مووی رو که انتخاب کردم پاسش بدم به صفحه دیتیلم. برای این پارسلیبلش کردم که بتونم پاسش بدم با این تکسترا. اینا همونه، فقط یه فیلد حالا نویسنده و جوزا بهش اضافه کردم، دیسکریپشن هم که از قبل داشت. میام سراغ این برای این صفحتون، برای اون تیکه بالاش که گفتم متفاوته، باید یه پرزنتر بسازید. این پرزنتر هم دوباره هستش و قرار اوورایدش بکنید، در واقع اکسلش بکنید، اون چیزی که میخواید اوورایدش بکنید آخرش. به اسم افسر دیتیل دیسکریپشن پرزنتر. من یه پرزنتر میسازم به اسم مووی دیتیل پرزنتر، دیسکریپشن پرزنتر و داخل فقط آنلاین دیسکریپشنش من باید بیام بگم که ویو هولدر چند چیز میگه، یه تایتل میگیره، ساب تایتل میگیره و بادی. اینا رو از این آیتم مووی که میتونم خودم مووی دارم بهش پاس میدم میگیرم و سرت میکنم داخلش. یه دونه اکتیویتی درست میکنم مثل مووی دیتیل اکتیویتی و داخل لیاتش دوباره یه دونه تگ فرگمنت میذارم. چرا؟ چون بحث به فرگمنت. فرگمنت دیتیلتون از دیتیل ساب و فرگمنت باید ایکسن بکنه. دقیقا تمام چیزایی که لازم داریم بر سمت دیتیل رو آماده داره با دیتا داخلش بانی میکنه. من دوباره مو بکنم، پس گفتیم ما این بالا یه دیتیل اوورویو رو پرزنتر داریم، اینجا یه دونه لیست رو داریم و خاطر این کلاس پرزنتر سلکت رو دارم که قراره بیاد خود این صفحه رو بهم نشون بده. برای دیتیل پرزنترتون ما تو حالت برای نمایش داریم، حالتی که الان خود لیبک داره ساجست میده اینه، یه دونه پرزنتر دیگه هم داره که یکم متفاوت یوش الان دیفیکیت شده ولی خیلی دادن اصلاح میکنم به خاطر یو آی به نظر من جذابی داره بعضی وقت خودش استفادهش کرد. اینجا فیلمی که حالا مووی که دارم از صفحه مینم بهش پاس میدم اومدم گرفتم، میگم که من یه دیتیل اوورویو رو میخوام بسازم داشته باشم که آبجکتی که در واقع همونجور که میبینید این هر تایپی میگیره، آبجکت یا این میگیره. من همین مووی که اینجا گرفتم رو بهش پاس میدم و سه تا فانکشن دارم که این سه تا اون دیتا صفحه‌مو داره می‌سازه. اولی قراره که این لوگو ویو منو پر بکنه، این عکسی که قراره اینجا نشون بده. مووی رو دارم بهش پاس میدم. کار خاصی نکردم، با گلاید اومدم گرفتمش، فقط این دیتیل اوورویو رو که من دارم در مقابل خود این بک یه دونه ست ایمیج بیت مپ یا ست ایمیج درایور، یعنی یه بیت مپ درایور رو من ست کردم. و هر من با عنوان بیت مپ میگیرم بشه از کرده و اینجا میام ستش میکنم توی لوگو. بخش بعدی اکشن هاییه که بهتون گفتم، احتمالا شما اینجا اکشن باش، اکشن بیت مپ کردن
اکشن مثلا دیدن تریلر یا چیزایی که یا خریدن فیلم چیزایی که قرار بالا به یوزر نشون بده. اینا چجوری می‌سازیم؟ یک کلاس داره به اسم اکشن، یه آداپتر می‌سازم به اسم اریافیک آداپتر و این اکشن ها رو دونه دونه بهش اد می‌کنم. این اکشن ها ممکنه فقط تکست داشته باشن، آیدی بهش میدم و اگه به کلیکش لازم دارم آیدی ها رو یه تکست میگیره و میتونه آیکون داشته باشه یا نداشته باشه. دو سه تا اتریبیوت دیگه هم داره که میتونی چک کنی. و این اکشن هایی که اینجا ساختم و آداپتری که اریافیک آداپتری که ساختم ازشو به عنوان اکشن آداپتر دیتیل اوورویو رو میدم. پس دیتیل اوورویو رو یه لوگو بهش دادم، اکشن ها بهش دادم و در نهایت میام اینجا به کلاس پرزنتر سلکتور همون که قرار کل صفحه رو بچینم. میگم که دو تا تایپ ممکنه تو بگیری، یا یه دونه دیتیل اوورویو رو میگیری که اون بالا تعریفش کرده بودم که قرار این فیلم رو به من نشون بده، یا یه لیست رو میگیری که در هم وقت ریکامندیشنی که اون پایین داریم یا حالا هر سطحی از فیلم هایی که میخوام بگیر ساجست بدون رو اینجا بر من بسید. اینا رو دونه دونه هم دیتیل اوورویو رو بهش پاس میدم. اینجا دقیقا کدی که توی میل فرگمنت هم داشتم و در دونه لیست رو ساختم، دقیقا یه هدر آیتم ساختم و یه لیست رو دارم برمیگردم و آخرش دارم این چیزی که اینجا ساختم با دیتیل بالا و اون دیسپلی که پایینش داشتم سیت میکنم به عنوان آداپتر صفحه. و چیزی که اینجا هست بخوام دورش مشکل بشه، این چیزی که به من میده، اینا اکشنایی که دارم، اکشنا رو دوباره با نویگیشن های روی کالا کنترل یا کیبوردتون میتونید بریم ببینید. اسکرول که میکنید پایین عکسی که اون بالا هست با اسکرولتون میاد پایینتر و در نهایت این ریلیتد موویه که اونجا ساخت. من چقدر باید 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 یک دو تا نکته بگم باید 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 برای ساختن دیالوگ توی اپتون یه چیزی داره به اسم گایدد استفرگمنت. من برای اینکه دیگه سویش نکنیم دونه دونه من میبرمش توی آخرین برنچ هم خواهی یه توضیح بهتون بدم که یه گایدد استفرگمنت داره برای نمایش دیالوگ. اون دیالوگی که ما تو اپ به عنوان صورت پاپ اپ یعنی تو صفحه دیگه چه کاربردی نداره، احتمالا سادش کوچیکه، تکست چیز یوزر اصلا نمیتونه ببینه، حتی نمیتونه گوگل که بخواد انتخاب بکنه تو دیالوگ. برای همین یه چیزی داره به این صورت که حتی مثلا شما تو خود چی میدونی کار کنید یه اپ رو میخواید آنینستال بکنید در واقع چه چیزی بهتون نشون میده که ساختارش هم یه تایتل میگیره، دیسکریپشن و گزینه‌هایی که داره و خیلی راحت میتونید اکستند بکنید. اینجا بیان اون آیتم هایی که میخواین رو بهش اد بکنی که حالا میتونه آیکون بگیره یا تایتل بگیره و از این چیزها و خیلی راحت نمایشش بدین توی صفحه. یا مثلا اگه میخواین ارور داشته باشی با ارور فرگمنت میتونی با ارور ساپورت فرگمنت یه تایتل بهش میدی، یه مسیج میدی، یه آیکون میدی و ارور حالا جوتبتون نشون میدن یه آیکون و یه مسیج که مثلا اینترنت های قطعی آرد و آخرین چیزی که موند ولی توی کدام هستش و حالا میتونی استفاده بکنی و به عنوان یه نکته بهتون میگم، نوتیفیکیشن عملا توی تیوی شما نمیتونی داشته باشه. به جای نوتیفیکیشن چه چیزی رو میگن تو دارکومنت خودش داره ساجست میکنه که نوتیفیکیشن استفاده نکنه، داره با تلویزیون احتمالا مدت طولانی کار میکنه، خیلی مدت بیشتر از وقتی با گوشیش داره مشغوله و نوتیفیکیشن بیستر به آزار دهنده از برای یوزرمون. به جای نوتیفیکیشن چیزی که یه مدتیه و اضافه شده به تیوی مثلا ریکاوایی که تو صفحه اصلی تیویش نشون داده میشه که الان مثلا اینجا بینید یوتیوب و بقیه اپلیکیشن در هر دسته بودم مثلا با تجربه چیزایی که دیده ریکامندیشن روش من هر چند دیگه به یوزرمون بدید دعوتش بکنید که یه چیزی رو تو اپلیکیشن ببینید. برای وقت استریمش هم شاید حالا یه جلسه جدایی داشته باشیم رو خب میدونید که خوش یکی دو جلسه فقط استریم و استفاده از پلیره یا میتونید از ایزو استفاده بکنید و دقیقا خود
این بعد یه چیزی داره به اسم پلی بک فرگمنت که داخل اون ایتون هم ساپورت میکنه، ایتون داره برای گوگل برای پخش فیلم میتونی هم استفاده کن یا همون میدیای خود هم دو استفاده کن. خب ایتون بعدا پیشنهاد بهتری. و اگر که تمام چیزهایی که بهتون گفتم هم ببینید که بیت هاپ هست، هم یه بلاگ توی دارم به اسم آیدرو که اینا رو نوشتم تا حد اول همینجای که الان بهتون گفتم نوشتمش شدید هم بیشتر میتونید ادامهش رو بخونین. من هم تو گروه هستم توی این مومن در اطلاع باشه سوال داشتیم در خدمت هم الان اگه سوالی هست میتونید بپرسید در اطلاع هستم.